سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. میخوام یک گزارش مشتی با هم دیگه بررسی بکنیم درباره نگاه بدخواهان ایران به فرمانده شهید ایران. ببینیم اونها زمانی که خصوص قهرمان ایرانی ها صحبت میکنن چه حرفایی رو میزنن. یک، اینو میخوام بررسی بکنیم. دو، میخوام بررسی بکنیم ببینیم دو سال بعد از درگذشتش اونایی که به طور جزئی درباره این اتفاق صحبت میکنن چی میگن، درباره تقابل ایران و آمریکا چی میگن. قبلش من لازمه یه تشکر بکنم از همه رفقایی که این چند روزه در شبکه‌های اجتماعی تلاش کردن که اسم این فرمانده شهید مطرح بشه، یا به نوعی من مثلا در اینستاگرام دیدم که خب اسم ایشان را نمیشه مطرح کرد، به نوعی تلاش کردن محتواهایی تولید بکنن که اشاره بکنه به ایشان. این نکته اول. نکته دوم، من یه تشکر ویژه باید بکنم از همه رفقایی که فهمیدن باید حول محور فرمانده شهیدمون اختلافا رو کنار بذاریم. مثال میزنم، همین دیشب که همه داشتن فعالیت میکردن روی یه هشتگ درباره این قهرمان کشورمون، این قهرمان ایالات متحده مقاومت، برای اینکه در سطح جهان این رو مطرح بکنم، من نگاه کردم دیدم که یه سری از اکانت‌های مطرح در توییتر که این چند وقته یه سری از حاشیه سازیایی که برای ما انجام شد این رفقا پشت داستانه بودن، نگاه کردم دیدم اینا خیلی مردونه بلند شدن اومدن پای کار، خیلی جوان مردانه، اصلا فارغ از اینکه ماها چه اختلاف نظرهایی ممکنه با هم دیگه داشته باشیم، دارن هشتگ میزنن، مطلب میفرستن، پست کار میکنن درباره سلحشور کشورمون. حتی یکی از رفقا که موجی هم هست که اختلاف نظراتی داره با ما و من نقد دارم به امروز این آدم، من نقد دارم. نگاه کردم دیدم که مثلا نیومده با خودش بگه که خب من یک موجی شناخته شده ام، من چرا شرکت بکنم تو این داستانا. نه، دونه دونه داشت توییت های بچه‌ها رو ریتوییت میکرد، تو صفحه خودش میفرستاد، لایک میکرد، ازشون به اصطلاح خودمون حمایت میکرد. این خیلی حرکت قابل احترامیه، این خیلی فوق العاده است. این ببینین یه نعمته، ما باید سجده شکرش رو به جا بیاریم که هزار یه اختلاف نظر ممکنه با هم داشته باشیم، ولی به وقتش میفهمیم که آقا همه ما برادریم، همه ما خواهر و برادریم، در کنار هم دیگه اختلافات رو کنار میذاریم. خدا قوت میگم به همه رفقای مشتی و آدم حسابی که این چند روزه سنگ تمام گذاشتن، چه اونایی که رفقای ما هستن، چه اونایی که میدونیم دل خوشی نسبت به ما ندارن. اگر موافق باشید بریم گزارش رو با هم دیگه بررسی بکنیم. من میخوام دو تا گزارش ترجمه شده خیلی خلاصه تیتراشون رو برای شما بخونم، بعد بریم بپردازیم به اینکه دیگران درباره او چه میگوین. تصویری که در مقابل شما هست تصویری هست از مقاله نشنال اینترست، این رو ترجمه کردم در فضای فارسی زبان، اومده اشاره کرده، گفته که یه تقابلی بین ایران و آمریکا پیش اومد، این تقابل به یک اقدام غیر عقلانی منجر شد. در این اقدام غیر عقلانی ترامپ فرمانده ایرانی ها رو ترور کرد، به شهادت رسوند. بعد میگه به طور خاص اون چیزی که باید بهش توجه کنیم این هست که این اقدام تا حد بسیار زیادی به منافع ملی آمریکا آسیب زد و برعکس ایران را در منطقه و جهان قدرتمندتر کرد. ببین دقت کن چی میگه. اول نمیگه قدرتمند کرد، قدرتمند که بود، میگه قدرتمندتر کرد. بعد نمیگه در منطقه، میگه در منطقه و جهان. آقا چجوری میشه یکی به اون توضیح بده مثلا شما یه نفری رو زدی از یه قبیله‌ای به شهادت رسوندی یا ترورش کردی یا حذفش کردی، بعد جایگاه اینا رفته بالاتر، قوی‌تر شدن؟ خب پس ظاهرا ما در خصوص یک انسانی صحبت می‌کنیم که اگر اعتقاد داشته باشیم به توان‌های فرازمینی، او توان فرازمینی داشته است. اون چیزهایی که در هالیوود برای قهرمان‌های هالیوودشون می‌ساختن، این در عمل داشته، این در حقیقت داشته و این عنایتی بوده که خدا به یارانش کرده که حتی در لحظه شهادتش، ببین دقیقاً داستان همون ققنوسیه که بارها بهش اشاره شده ها، که میگه از خاکسترش هم ققنوسی دیگر برمیخیزد، این پرنده مقدسی که گفته میشین، دقیقا همون داستانه. این شما دقیقا داری همون داستان رو میبینی که یک نفری به شهادت رسوندنش که جلوی توانش رو بگیرن قدرتمندتر شده. امروز یه جاهایی دارن در باره صحبت میکنن که اصلا فوق العاده است. بریم ادامه گزارش رو بخونیم. من میخوام به یک گزارش دیگه اشاره کنم، این هم ترجمه شده است، گزارشی است از میدل ایست مانیتور که از این فرمانده شهید به عنوان شهید بزرگ بیت المقدس یاد کرده. خیلی ها ببین، ما هم در لبنان، هم در سوریه، هم در فلسطین، هم ملیت مختلف در راستای آزادسازی قدس ما شهید زیاد دادیم. بعد اینجا داره از او به عنوان شهید بزرگ قدس یاد میکنه. یعنی اونها وقتی از زاویه نگاه خودشون مسئله رو مرور میکنن، احساس میکنن این ایرانی تلاش ویژه‌ای داشته در این قضیه. این قسمتش خیلی مهمه. میگه که او موفق شد آمریکا رو خار و تحقیر کند. خب خار و تحقیر کرد، بعدش شکار کرد و قدرت مسلمانان مستضعف را احیا کند. یک جماعتی بودن مستضعفین دنیای امروز شدن، تلاش کردن اینها رو ضعیف نگه دارن، تحقیرشون کنن، به خاطر اینکه اینا اصیل ترین ملت روی کره زمینن. من مردم خاورمیانه رو دارم میگم، اینا بمب انرژی هستن،
اینها اگر منفجر بشن هیچ کس نمیتونه جلوشون رو بگیره. اراده اینها رو هیچ کس نمیتونه کنترل بکنه. در حوزه علمی اگر فضا برشون باشه اینا بالاترینن، در حوزه نظامی فضا باشه بالاترینن، در حوزه تکنولوژی فضا باشه بستر بهشون بدی بالاترینن، تو فضای منفی هم برن اینا بالاترینن. یعنی اصلا جایی نیست که اینا پیشرفت نکنن. میگه اینها سرخورده شده بودن، اینها تحقیر شده بودن و این به قدرت اونها تبدیل شد. خب بعد به قدرتشون تبدیل شد چیکار کرد؟ میگه و به آنها کمک کرد و به مسلمانان مستضعف کمک کرد که باور آنها به برقراری عدالت و مبارزه با ستم تقویت شود. خیلی ها، من اخیرا شنیدم که یه رفیقی اومده و یه حرفی زده بود که مثلا ترجمه‌اش شد این که این فرمانده شهید رو تو چارچوب عدالت‌خواهی تعریف نکنه، این یه مبارز بود. با اتفاقا شما وقتی می‌خوای بحث عدالت‌خواهی رو مطرح کنی باید اسم ایشون رو مطرح بکنی. ایشون نهایت عدالت‌خواهی، این اعتبار میده به خود، اعتبار میده به شماها، اعتبار میده. بعد خیلی جالبه اینو یه رسانه غربی داره میگه، میگه که این به مستضعفین کمک کرد که اولا احیا بشن، دوم به این باور برسن که میتونن برقراری عدالت رو محقق بکنن و مبارزه کنن با ستم. خیلی ها تو در اوج ضعف باشی بعد یه نفری بیاد اون هم مثل تو و از جنس تو باشه و بتونه این رو به توضیح بده که ما با کمک خودمون ایرانی ها، افغانستانی ها، لبنانی ها، عراقی ها، سوری ها، بقیه ملت ها دستمون رو میدیم به هم دیگه کمک میکنیم عدالت برپا بشه. من یه نکته خدمت شما عرض کردم، گفتم که ما براندازهای نظم نوین جهانی هستیم. اینها دارن یک نظم مستبدانه سیستماتیک بر دنیا حاکم میکنن که تو تحت ظلم باشی متوجه نشی، تو تحت ظلم باشی نتونی بهش فکر بکنی. فقط هم بحث مثلا ملت‌های آسیایی نیست ها، یا مثلا فقط بحث آفریقایی‌ها نیست که بگیم دارن استعمارشون میکنن، دارن اینها رو امکاناتشون و توانشون رو میبرن. یه دو تا چات ساده وقتی انجام میدیم میبینی از خود ملت‌های غرب هم اینا دارن سوء استفاده میکنن. واقعا بشر در غرب در موارد بسیار داره نابود میشه. ببین فقط جذابیت زندگی اونها و جذابیت زندگی اونجا از نگاه خود رو نبین، خانواده به طور کامل داره متلاشی میشه، تعاریفی از این دست داره نابود میشه. چرا؟ چون اون اگر بخواد به حاکمیتش ادامه بده چنین جامعه ای رو نیاز داره. انسانها در هم شکسته دارن میشن. تو فقط نگاه نکن که آقا یه سری آدمن تو یه سری جذابیت تو زندگیشون میبینی اینور نیست، آرامش رو نداره. این تکنولوژی رو، این وضعیت معیشتی رو، این بهتر بودن همه چیز رو هر چقدر که بیشتر اونجا دارن پیشرفتش میدن، باز همین عدم آرامشی داره دیده میشه توی زندگی، داره دیده میشه. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که همه ملت‌ها متأثر از این نظم نوینی که دارن تلاش میکنن حاکمش بکنن و مدیریتی که دارن تلاش میکنن از طریق شبکه‌های اجتماعی اعمالش بکنن، همه ملت‌ها تحت ظلمن. و ببین تو داستان آخر زمان شنیدی، میگه که اون کسی که در آخر زمان میآید میاد که عدالت رو برپا بکنه. یعنی چی؟ یعنی ببین هر کسی در هر کجای دنیا هست، تو هر کجا که زندگی میکنه، از بین رفتن عدالت رو، اینکه در حقش ناعدالتی شده رو درک میکنه. فقیر و غنی هم نداره، ببین ثروتمندش اینو درک میکنه، فقیرش هم درک میکنه. میگه اون میآید برای اینکه این عدالت رو برپا بکنه. حالا شما دقت بکنید، میگه که این یه فردی بوده که به همه ثابت کرد که ما میتونیم عدالت رو برپا بکنیم و مبارزه بکنیم با ستم. و مطمئن باشید رفقا، همونجور که اینا دو سال گذشته دارن میگن که آقا ما به این جنبندی رسیدیم که اشتباه کردیم، یه غلط بزرگی اتفاق افتاد، اینا به این جنبندی میرسن که ملت ها از این درس خواهند گرفت، الگوی آنها خواهد شد و آنها رو احیا خواهد کرد. من این دو تا گزارش رو همینجا متوقف میکنم. میخوام یه چند تا از حرفایی که خصوص فرمانده شهید ما زده شده، دشمنان ما چیا دربارش گفتن، اینا رو یه بار با هم مرور بکنیم. میخوام اول برگردم به جمله‌ای که رئیس جمهور سابق آمریکا باراک اوباما درباره فرمانده شهید ما مطرح کرد. دشمن قابل احترام، دشمن قابل احترام ویژه‌ترین جمله بود که اینها در خصوص این فرمانده شهید گفتن و عملکردی که او داشت به اینها اثبات کرد که او نمیتواند قابل احترام نباشد. یه چیزام بهتون بگم، ببین همه اینها بلا استثناء همشون میگن که این فردی که ما باش روبرو بودیم یکی از کاریزماتیک ترین رهبران نظامی جهان هست. من نمیتونم مثال بزنم یه نفری رو، حالا شما اگر سراغ داشتیم برای من مثال بزنید که دو سال از درگذشتش دور شده باشیم در دنیا درباره صحبت بشه، دو سال بعد از این داستان در دنیا درباره صحبت بشه، یعنی وقتی سالگردش میرسه دنیا نتونه درباره صحبت نکنه. فقط این شخص این ویژگی رو داره و همین یه ویژگی برای احیای ملت ها کافیه. اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. بریم بعدی رو بخونیم. مجله آمریکای نیوزویک از ایشان به عنوان فرمانده سایه ها یاد میکنه. الان اخیراً یه مسابقه انجام شده بود از سوی رئیس جمهور ونزوئلا، گفته بود اون موقعی که آمریکا اوج فشار رو به ونزوئلا آورد، گفت طبیعتاً وقتی که اوج فشار به کشور میاد شما باید بگید که هوا پسه، ما باید فاصله بگیریم از این کشور. میگه همون موقع ایشون سفر کرد، بلند شد اومد ونزوئلا. فلسطین، غزه که 15 سال در محاصره است، ایشون بارها سفر کرده، 500 کیلومتر تونل زدن زیر سرزمین‌های اشغالی، ایشون در اون تونل‌ها حضور داشته، سفر کرده، در افغانستان حضور داشته. اصلا یه جاهایی رفته که شما میگم اصلا چجوری، فقط همین چجوری بودنش رو توضیح بده، آخه اینا محاصره است، تو چجوری اینجا حضور پیدا کردی؟ و این واژه فرمانده سایه‌ها واقعا برازنده ایشان هست.
نشریه آلمانی اشپیگل این درونخوش خیلی قشنگه، میگه که مردی موفق‌تر از آمریکا، ببین یه کشور رو، یک فرد رو در مقابلش داره، میگه یک نظمی حاکم شده است، میگه این مرد از اون قدرتمندتر بوده. لوموند فرانسه وقتی در ایشون صحبت می‌کنه میگه چگواره ایران، اون موقعی که ایشون شهید شده بود من یادم توی آمریکای لاتین اومدن یه پوستر طراحی کرده بودن، دقیقاً همین داستان بود، یعنی قهرمان‌های خودشون رو، قهرمان‌های ضد آمریکای خودشون رو توی پوستر جا داده بودن، ایشون هم داخل تصویر بود، ایشون هم داخل تصویر در کنار اونها گذاشته بودن، یعنی اونها تو همون چارچوب ذهنی خودشون که همچین قهرمان‌هایی رو دارن، به این قهرمان‌ها ارادت دارن، با این کاراکتر ارتباط گرفتن، به شیوه‌ای که یه روزنامه فرانسوی وقتی می‌خواد گزارش بنویسه همین واژه رو خواسته ایشون به کار می‌بره. بریم بعدی، میگه که قوی ترین مرد غرب آسیا، خرد کننده داعش، تنها تهدید کننده نظامی آمریکا در جهان. اینها بخشی از نکاتی است که درباره ایشون گفتن. آغازش کجاست؟ ما بخوایم مثل ایشون بشیم، آغاز این داستان کجاست؟ من آخرین صحبت های آیت الله خامنه‌ای در خصوص ایشون رو نگاه میکردم که فردای این سخنرانی سردار قانی اومد یه سخنرانی انجام داد و یه چند تا نکته گفت. خب اون رفیق فابری که حاج قاسم بوده، ایشون هم که یک چهره مؤثر ایرانی به حساب میاد، این دوتا زمانی که برای ایشون صحبت کردن یه جمله رو هر دوتاشون مورد اشاره قرار دادن، گفتن ایشون صداقت و اخلاص داشت و خیلی آیت الله خامنه‌ای روی مانوف داد، ایشون خیلی مانوف داد، گفتش که این دوتا رو این شخص در خودش تقویت کرد و تقویت این دوتا در خودش باعث شد که ما یک همچین جنرالی رو در تاریخ خودمون به ثبت برسونیم، صداقت و اخلاص. ببین من تقریبا دو سه ماه پیش مبتلا شدم به کرونا، اگر یادتون باشه دیگه، یه دو سه روز خیلی حالم بد بود، تو خونه افتادم و این کسالت انقدر جدی شد که کل کارهای من به طور کامل خوابید. من کار خاصی هم تو اون صورت ندارم، اصل دغدغه من همین چیزایی که شما دارید میبینید. معمولا هم تو زندگی شخصی خودم من آدم مؤدبی هستم، دوستان حرف بد از من نشنیدن، ولی تو اون دو سه روزی که به طور کامل کار خوابیده بود، من انقدر بهم فشار اومد که تو حریم خصوصی خودم، نه تو جمع، تو حریم خصوصی خودم رکیک ترین حرفا رو من به زمین و زمان میزدم. به اونجا یه چیزی من اثبات شد، اون کرونا که گذشت و حالم خوب شد، یه چیزی بهم اثبات شد، به خودم گفتم که ببین تو با مخاطب خود صداقت نداری، اینجا که می مثلا میشینی میگی که آقا مشتی باشیم، آدم حسابی باشیم، فلان باشیم، بیسار باشیم، اونجا اون زمانی که من کرونا گرفتم به من اثبات شد که پاش بیفته من خودم به هیچ کدوم از این پایبند نیستم دیگه، ای پایبند بودم که همچین رفتاری از من بروز پیدا نمی‌کرد. که میدونی دارم چی میگم، میخوام بگم که آقا این خیلی سخته بخوایم به این نقطه برسیم، این صداقته بخوایم بهش برسیم خیلی سخته، یه جاهایی ممکنه به خودمون احساس بکنیم که نه ما صداقت داریم، رفتارمون داره نشون میده، نه تو اون سختیه باید مشخص بشه، که من به شخصه من اثبات شد ندارم. پس این دوتا رو اگر ما بتونیم به سمتش حرکت بکنیم، اگه خدا به ما عنایت بکنه، با هر تفکری هستیم، با هر نگاهی که هستیم، یک صداقت داشته باشیم، دو اخلاص، میشه امید داشت که ما هم بتوانیم شبیه به آنها در حوزه کاری خودمون رفتار بکنیم. اگر اجازه بدید من این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم، یه چند تا پیام میخوام برای شما بخونم. یکی از رفقای مشتی ما نوشته که البته ایشان بزرگتر ما هستن، ایشان نوشتن که آقای قاسم، نوشتن که سلام پسرم آقای تحلیلگر، من کامنت نمی نویسم که بهش اشاره کنی، بلکه این کامنت ها نوشته میشن، به قول آلمانی ها تیغیست در چشم دشمن. ببخش اگر نحوه نوشتم شاید اشتباهی داشته باشه، چون نزدیک 50 سالی که در آلمان زندگی میکنم، همینطور ادامه بده در کمال خونسردی و با ادب، چون دشمن منتظره که از کوره در بری و اشتباه کنی. نه خیالتون راحت باشه، بروی چشم، من با کمال ادب میرم جلو و اصلا وارد بحث این شکلی نمیشم، وارد چالش نمیشم. اگر کسی هم بخواد فضایی ایجاد بکنه ما محترمانه باش برخورد میکنیم. یه عرض ادبم به خودتون داشته باشم، چون اولش یادم رفت بگم، ببخشید. خیلی افتخار میکنم که مطالب ما رو دنبال میکنید و اینکه گفتین که اگر اشتباهی داشتم، هیچ اشتباهی من تو پیام شما ندیدم، خیلی زیبا، خیلی مشتی مینویسین. اون رفقای دیگه هم که خارج از کشور هستن پیام میدن، 15 سال خارجیم، 30 سال خارجیم، و اینکه تو پیامشون اشتباهی وجود داره، من اولا یه تشکر میخوام بکنم. آقا دمت گرم داری تلاش میکنی فارسی بنویسی، به خدا من ارزش این قضیه رو میفهمم، اگر یه جایی یه کلمه ای رو یه حرفی رو اشتباه می‌نویسی من ارزشش رو میفهمم، این خیلی کار بزرگیه. و از رفقای دیگه هم خواهش میکنم، آقا اگر یه نفری خلاف من یه پیام میفرسته و فارسی رو اشتباه نوشته، بهش نخندید، بگید آقا فارسی رو به اصطلاح خودمون درست نیست، اون داره کار بزرگی میکنه، اون داره تلاش میکنه فارسی رو نویسه، سالها دور بود از این فضا، میگه اشکال نداره، توی این حریم، توی این محیط، بین این بچه‌ها، توی این پیج، من احساس کردم که اینجا یه جایی من میتونم اولا عقایدمو بیان کنم، دوم میتونم فارسی بنویسم. یه بار، دو بار، سه بار وقتی ما یه نفر رو مسخره میکنیم، یهو اصلا ولش کن من نمینویسم دیگه. اینا رو دقت بکنید که به یاری خدا ما هم
یک حرکتی انجام داده باشیم در حد توانمون در جهت خدمت به وطنمون دیگه. اینا همه خدمت به وطن محسوب میشه. یه رفیق مشتی ما آقای ابراهیم نوشته که سلام و درود به آقای تحلیلگر عزیز، گفته که من لایکی که به اصطلاح زدم روی این مطلب منتظر بودم که مثلا 313 بشه بعد لایک بزنم. خیلی عالی، واقعا لذت بردم، دمتون گرم. خیلی از رفقا رو عددی که مثلا روی لایک ها میزنن یا روی کامنت ها میزنن دقت میکنن. ان شاءالله که سربلند و سلامت باشی. البته اسم مشتاق نیست، من خیلی قبلا تکرار کردم گفتم که اسم مشتاق نیست، ولی این اسمو خیلی دوست دارم. اینو بارها گفتم، من رو یاد قهرمان وطن شهید بزرگوار مشتاقی علمدار میندازه، به خاطر این اسمو خیلی دوست دارم. بجا دمتون گرم، ان شاءالله که سلامت باشین. ببخشید که من بیشتر پیام نمیتونم بخونم، یه پیام مشی های حمیدی داده بود، دوست داشتم امروز بخونم، لذت بریم. ان شاءالله فردا شب پرچمتون بالا باشه، دلتون شاد باشه و لبتون خندون. مخلصم، نکته دیگه‌ای ندارم، وقتتون بخیر.